که خدا دولتی سر اعلی حضرت همه چی داریم، توپ توپی، نه مالیات میدیم نه حساب بلدیه، نه باید مخبری کنیم واسه نظمیه، آزاد راه ها خلاص. این قسمت دست توجه کن نگاه این پا ببین، بابا اینجا رو ببین. آها لازم باشه با یه پا میدیم، نشد با دو پا میدیم، دو پا نبود با سر میدیم. بده در راه خدا یه فام شده نمیدی در راه خدا زود باش بیا ببندش، کار داریم. مردم باید با این چشم دید تا سر کیسه رو شل کنن. دنیا رو با یه چشم دیدن مثل این میمونه که یه زن داشته باشه واسط بچه. دنیا تیره و تار تباهه ولی میرزه با یه چشم جلوی این خلق خدا کاسه یه چه کنن چه کنن دستت بگیری. این روزا رونق بازار تو این چه کنم چه کنم هست. بله درست ببندش رو خوب ببند، کم ببندی لامستم. اینم از میراث گند اصغر قاتله، با این پیج بچه ها رو گل میزن، به هوای بامیه جهنمی به پا میکرد، ولی برای ما اومد داشته که باره کلن میدمد به این بر این شل سفتش که چجور میبندی تو. اگه این طول خر واقعی بود ارواح خاک بابام کولیگری نمیکردم. اوه بیا فالت بگیرم، بیا اسرار کتمان گویمه، بیا به ای طفل معصوم رم کن. ببین بابای گربه گوریش ول کرده رفته سینه قبرستون. نم کولی لهجه دوست شده، بیا کوف کن. با اون لهجه شناختن این کارسازتره، شیرینتره. میخوری؟ خودت کوفت کن. امروز تو میرین میدون توپخونه، میرین گلبندک، تو میری مولوی، شما ستا میرین تیر دو قلو، تو میری منیریه، شما دوتا میرین بخارستان. ای به چشمالکه دست پر برمیگردی. نبینم یه جا وایسین، نبینم و نشنوم یه جا نشسته باشینا. یعنی به
بجنبه بگو چشم. چشم. باید به جمع کچلا و تراخومی ها و سرعیام اضافه کنم. شماها دیگه به درد نمیخورید. شماها دیگه کهنه شدید. لعنت آبادی دیگه. واسه گدایی علل خصوص توی محدوده باغ شاه رسیدم تهران. آره داداشی، اینجا اول تهرونه، اول بدبختی. ای گفتی فتره، چشم تراخم گرفته گمونم، اومدم طبیب. طبیب؟ اینجا طبیب نداریم سیبیل خان. خیلی وقت تهرون نبودم، از جاشود میام. خرابم. شما یه طبیب خوب سراغ ندارید؟ ها، ای طبیب خوب میخوای باز بری منطقه عیون نشین، یعنی منیریه. راست جاده پهلت شما گدایی؟ فرمایش میکنی سیبیل گدا جاده آباده که آخر اگه ما گدایی؟ نجیب زاده ای کلفت نوجوان مرد، ما فقط مزدحقی. کمک کنی ای رضا شستی. تمام شد دیگه. میگم تراخومی میدون بهارستان دکتر زیاد داره، اگه بخوای نشونت میدم. و اتفاقا یکشون مشتری خودمه، همش بوی تیغمش. میخوای نشونت بدم یا نه؟ ماشالله تراما، ماشالله به حسما، ماشاءالله. آقا چه خبره؟ دولت شیرنی پخش میکنه واسه خاطر ولیعهده، داره با عروس مصریش برمیگرده وطن. آره کلت دار کنه برو اونجا.
پوشه کندش هستن همه میگن لنگش کن لنگش کن لنگش کن لنگش کن بابا این باید کاسه میمون بابا من کن دلیلم دلیلم شمانه بدبخ بابا بابا اینجا چه خبره؟ قراغ شاهه قراره از اینجا رد شه قراغ شاهه برو دیگه سم کنم میرمه چه اگه بکنه به جا دیگه برو رضا شستی علی شا بله چی شده؟ آیون کنه مگه چه اتفاقی افته؟ آقایون من هیچ کاری نکردم ببینم علی شا من گر اعلی حضرت دستور نفهمیده بودم که طرفای تهران آفتابی نشی بله فرموده بودن مگر توی جاج رود برات حیات و منزل و مستمری مرحمت نکرده بودم خدا عمرشون بده بنده نوازی فرمودن پس چرا برگشتی تهران؟ تنت میخاره نه؟ نه قربون چشم تراخم شده پدرم در من از بس اذیت کرد اومدم درمونش کنم جون خراب شده جاج رودم نه مریض خونه ای هست نه کفتی هرچی رفاه مال تهرونی هست باید درخواست میدادی کور میشدم تا اون جواب بیاد حالم کور میشی وقتی دو هفته حبس کشیدی حبس برای چی؟ برای تمرد از فرمان اعلی حضرت همایونی برای شما اعلی حضرت همایونیه برای من هنوز رضا شست تیره تق 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 تق
چقدر پول بشمارم؟ خسته شدم. آها، تمام این سر انگشتام رفت. کل زمینام اعلیحضرت خریداری فرمودن. به چه قیمتی؟ به 2-3 برابر قیمت. واسه همینه که ری کرده. ری میکنه. هر دفعه که میشمارم از دفعه پیش بیشتر میشه. تازشم قرار پزشک احمدی آمپول یا همون انجکسیون هوا رو به هم نزنه. بند نوازی فرمودن. از چه یه نقطه تو هلفتونی؟ ها؟ هلفتونی؟ نه، نه چشاتو بکن بنده خدا. قرار شده به من آب خنک بدن بخورم که الان دارم میخورم. وایسادی من نگاه میکنی بیشیم بشمور دیگه. خیلی حرف میزنی. یه گوشه بشین تو خودت باش. راحت تری. ببینم تو از که گفتی مصر رفتی نرفتی؟ چرا؟ رفتی؟ ها؟ ولی عهد میخواد بیادن؟ همین 2-3 روزه پیداش میشه. گفتن به یمن اومدنش، به مبارکی اومدنش قراره که شاید ما زودتر رفتیم هواخوری، کسی چه میدونه. ما بالاخره نگفتیم به ما که تو تو نخواستی شو بهش کار میکنن؟ اینجا زندون یه دیوانه خونه؟ ببینم تو که میگی مصر بودم حتما باید ابوالهول دیده باشی. ندیدی؟ ابوالهول سواری هم نکردی؟ عجب کیفی میده ابوالهول سواری. واقعا لذت بخشه. شنیدم یارو هم گفتن ولیعهد داره با عروس مصریش سوار بر کشتی در میگرده. پادشاه مصر آبجیشو داده به ولیعهد ما. خب این خیلی بهتر از اینه که ولیعهد ما آبجیشو بده به شاه مصر. بهتر نیست؟ خب از اون ورکی بهتر، معلومه بهتره. آقا تو دیوونه‌ای، دیوونه‌ای. نگهبان! این دیوونه است بابا، دیوونه است. من غلط کردم، هرچی شما بگید خوردم. رضا شستیر دیگه کیه؟ اعلیحضرت همایونی قوی شوکت. بابا میخوام برگردم جاج رو دستن، میخوام که کورشم. نگهبان! جناب نخست وزیر، لطفاً چند لحظه تشریف داشته باشید. قربان، آقای محمود جم، نخست وزیر، شرفیاب شدن. برو بگو بیاد تو. قربان، اعلی حضرت از سایه مخابره شد کشتی حامل والا حضرت ولایت عهد و همسرشون شاهزاده خانم فوزیه در بندر شاهپور پهلو گرفت.
به مبارکی. پس بالاخره اومدن. بگو معطل نکنن سرتیر بیارنشون تهران. ظل عالی مستدام. صبح بخیر آقای فروغی. صبح بخیر. کجا تشریف میبرید؟ جای خاصی نمیرم، گشتی تو شهر میزنم. مسئولیت داره، میدونید که مأمورم و معذور. فکر کن داریم میریم امازار ساله زیارت. علی شرمندم قربان، با این کی باور میکنه که جناب محمد علی فروخی دارن تشریف میبرن زیارت؟ حالا چی؟ باور میکنم؟ قربان حالا با این میتونید تا شاب دلازیم هم تشریف ببرید جهت زیارت. این غضب اعلیحضرت فقط مخارج ما رو بالا برد. خیلی خوشحالم که میتونم آزادانه بدون هیچ بگیر و ببندی تو خیابانای پایتخت تردد کنم، به دوستان و نزدیکانم سر بزنم. برای یه رجل سیاسی گاهی وقتا ایام و عزلت موقعت باید از تمام فرصتها استفاده کرد. ای اعلی حضرت غضب فرمودند. رحمت نازلشون. من میتونم آفتاب رو سنگ فرشای میدان توپخانه تماشا کنم. آقای فروغی. سلام، من با آقای دکتر وزیری قرار ملاقات داشتم. آقای دکتر امروز به خاطر شما مریض ندیدم. نمیدونستم هنوزم مهم هستم. بالاخره محمد علی خان فروغی یه زمانی، ماهی، سالی در قلب پاریس همکلاس قدیمی من بود. بله، یاد اون دوران با شکوه تحصیلات در پاریس بخیر جناب از کار مرد. واقعا واقعا این شاهی که من میشناسم دست از سر تو بر نمیداره. امروز مغضوبت کرد، فردا روزی هم هست که دوباره بفرسته سراغت. بشین چشمتو معاینه کنم ببینم. نمره اینکمو تازه عوض کردی میرزا احمد خان. به چپ نگاه کن. چشمام خوب میبینه میرزا احمد خان. اگه خوب میدید که هنوز نخست وزیر بودی. اتفاقا چشمی که خوب نمیبینه میشه نخست وزیر. تو این روزگار هر کی به هر کی، خونه نشینی هم نعمتیه. نه کسی که برای به قدرت رسیدن این شاه حرف اول میزد بعد به جای مزد خونه نشین شده. اتفاقا خونه نشینی مجالی شد تا من رو شاهنامه و گلستان سعدی کار کنم. دوران عزل میرزا احمد خان یعنی دوران با شکوه قلم و ادب
فروغی. جناب زکاالملک، از اوضاع و احوال این روزگار چه خبر؟ بفرمایید. متشکرم. ولیعهد با عروس مصریش از قاهره داره برمیگرده. عنقریبه که به پایتخت برسه. کشتی محمد علی هم پهلو گرفته. میرزا احمد خان، چند وقت دیگه پسرت هم از سوئیس برمیگرده. آخونم با ولیعهد تو یه مدرسه درس میخون. توی لارزه. راستی اسم چی بود؟ محمود. اونم همین روزا سر کلش پیدا میشه. چشم روشن. فکر کنم پسرت یه دو سالی بیشتر موند. آخون درسش رو تموم کرد. خب دکتر جان، متعلقه چطوره؟ والا از نظر روحی که تعریفی نداره. آره، از بعد از کشف حجاب خودشو تو خونه حبس کرد، یادمه. خیلی ها این کاری کردن، خونه نشین شدن. بی خودی. ده نگو بی خودی، بشن مثل زنای فرنگی. تو که میدونی دکتر جان، من با کشف حجاب موافق بودم. بالاخره یکی باید این کارو میکرد. البته این درخواست دولت انگلستانم بود، منتها تو شکل اجرا ایجاد تنفر کرد. زور و قلدری همیشه ایجاد تنفر میکنه. دین و ایمان مردمو نمیشه به زور ازشون گرفت. جناب زکاالملک، من سالها در ارتش چشم پزشک بودم. خود شما چند بار به من پیشنهاد کردید که وارد عرصه سیاست بشم، ولی نیومدم. برای اینکه نمیخواستم نفرین و ناله مردم پشت سرم باشه. عاشورای حسینی نمیذاره که مردم لامذهب بشن. به مو میرسه ولی پاره نمیکنه. رضا شاه میخواست از کمال آتاتورک عقب نمونه. آتاتورک. ملک فاروق مادر و خواهر ترشیدشو با فوزیه فرستاده تهران سر ما. معلومه که یه همچین دامادی هیچ وقت گیرش نمیاد. هیچ وقت. وگرنه معلوم نبود اونجا توی مصر باید خواهرشو با یه تاجر مصری معامله میکرد. بنده ی حقیر تصور میکنم که والا حضرت ولایت عهد با وجود پدری آگاه، قدرتمند، محبوب و مقبول و سیاس و اطرافیان فهیم قطع به یقین دوچار چالش نمیشن. ارواح عمت، یکی از اون اطرافیان فهیم هم حتما خودت تو هست. پدر سوخته. قربان، اتومبیل حامل والا حضرت ولایت عهد و شاهزاده فوزی خانم از جاده پهلوی عبور کرده وارد کاخ سعدآباد شدند. خیلی خوب، بریم. اشرفت همایونی، ملاقات شب. خبر. We'll be right back.
تعریفاتونو بذارید واسه بعد. فعلا عروس تو به مادرت نشون بده که منو بیچاره کرده. یا شمس و اشرف دارن روی مخ من را میرن یا این از هر من شمس. وای محمد رضا پسرم برگشتی؟ دیگه داشتم دق میکردم قربونت برم. مبارکت باشه مادر. ببین زنی که چجوری مثل اسب ماده شیه میکشه. تاج سرم اولیا حضرت تاج الملوک، خواهرم والا حضرت شمس، خواهرم والا حضرت اشرف، برادرم والا حضرت شاپور علی رضا، برادرم والا حضرت شاپور غلام رضا. ملکه نازلی مادر شاهزاده فوزیه، شاهزاده فائزه، شاهزاده فائقه و همسرم شاهزاده فوزیه. آقای علی قوام شوهر والا حضرت اشرف، آقای فریدون جم شوهر والا حضرت شمس. در مصر چطور سر کردی؟ مراسم عقد کنون خوب برگزار شد؟ راستی علا حضرت، در سوئیس که تحصیل می کردم با جوانی آشنا شدم که به عنوان خدمتکار به من معرفی شد. خیلی به من خدمت کرد. اسمش ارنست پروم بود. از مصر بگو، از خاندان سلطنتی مصر. ملک فاروق باهات خوب تا کرد؟ روزهای خوبی بود. قاهره شهر زیبایی بود. راستی علا حضرت، داشتم می گفتم ارنست پروم خیلی منو همراهی کرد. بیشتر از یک خدمتکار، یک دوست بود. من میگم از مصر بگو، هی میگی ارنست قرون همچون، ارنست قرون همچین. گور پدر ارنست قرون، تو چه غلطی میکردی اونجا؟ هیچ میدونی چقدر خرج مراسم عقد کنون تو کردم توی قاهره؟ میدونی؟ من در مصر فقط به عنوان یک ولیعهد اقامت نداشتم، بلکه به عنوان یک پادشاه سفر کرده بودم. نه، خوشم اومد. حالا اعلی حضرت اجازه میدین پرونو به ایران دعوت کنم؟ بره بمیره. والا حضرت. فردوست، خپل چطوری؟ تبریک عرض میکنم والا حضرت، خیلی خوش آمدی. تو دوست دوران کودکی من بودی. این اولین سفری بود که بدون تو رفتم. جات خالی بود. قاهره شهر عجیبیه، اهرام ثلاثه فراعنه. عجیبتر از اون ملک فاروق برادر فوزیه بود، یک پادشاهی بی خاصیت که زندگی رو جدی نگرفته بود، اما پدرش خیلی جدی‌تر بود. خاندان سلطنتی مصر چقدر خوششانس بودن که با پادشاه آینده ایران وصلت کردن. خپل، خبر داری کی قراره بیاد پیش ما؟ نمیدونم والا حضرت. ارنست پروم. هرچند وقتی سوئیس درس میخوندیم تو همیشه از اون بدت میومد، ولی ارنست دوست خوب منه. پدرم قبول کرد که بیاد ایران پیش ما. منم سریعاً براش تلگراف فرستادم. الانم تو راه ایرانه. پدرم نگاه خوبی بهش نداره، به خاطر جفسازی‌های مؤدب الدوله نفیسی. ولی بالاخره راضی شد. به چی فکر می‌کنی؟ ارنست پروم والا حضرت. Thank you.
ارنست پروم این سگ زرده است؟ بله قربان. چجور آدمیه؟ بله قربان. اینجا کاخ شاه آینده ایرانه، یعنی من. خوش اومدی ارنست. اینجا خیلی رویاییه، مثل قصه های هزار و یک شب میمونه. بیا بریم بقیه جای کاخ رو نشون بدم. تو هم اینجای خپه؟ هنوزم به پای والا حضرتی؟ فردوس هستم، نه خپل. به پا هم نیستم. یاد خاطرات مدرسه لروزه به خیر، میهمانی های شبانه، مادمازل ها، زمینه تنیس، شامپاین روز کرده، زن زیبا. ارنست، این یکی رو قلم بگیر، خطرناکه. فهمیدم داری ازدواج میکنی با یک شاهزاده مصری، درسته؟ آره، عقد کردیم در قاهره، خواهر ملک فاروق پادشاه مصر. مجلس عروسیمون هم در تهران برگزار میشه. منو برای عروسی دعوت کردی؟ نه، دعوتت کردم که برای همیشه پیشم بمونی. بریم آماده شیم برای ضیافت شام امشب. مگه طبق قانون محمد رضا میتونه با فوزی ازدواج کنه؟ جوابشو بده آقای متین دفتری. ما با تصویب یه لایحه تو مجلس این قضیه رو حل کردیم. شما خیلی نگران این موضوع نباشید. ببین زنی که داره دک و پوزشو به رخ من میکشه. به زودی مراسم عروسی رو برپا میکنیم. دادم امارتی در مجاورت کاخ صاحب قرانیه آماده کنن برای استقرار و اقامت ولیعهد و همسرش. میهمانان از طرف ما مشخص شد، از طرف شما باید مشخص بشه. چته؟ شما ها همه حواستون به محمد رضاست. برایش زن مصری گرفتین، میخواییم برایش امارت بسازین. هیچ کس حواسش به من نیست. غلط کرده، کسی به تو توجه نکنه. تو پسر شاه مملکتی، برادر ولیعهدی. صبر کن، نوبت تو هم میرسه. من خودم وسط آسیم بالا میذارم. اینا همش حرفه، حرفم با دهواست. علی رضا، چیزی شده؟ اون دنبالمه. کی؟
کیو میگی علی رضا؟ باغمونه. الان که داشتم میومدم دنبالم بود مرتی که میخواست با پیت بزنتم. علی رضا تو اصلا حالت خوب نیست، یکم از این بخوری حالتو خوب میکنه. بیا. حالم خوب میشه؟ آره. که چی؟ که شما هر غلطی دلتون خواست بکنین توش سم ریختی نه؟ سم کجا بود علی رضا؟ بازم خیالاتی شدی؟ میدونم همه تو میخواین من نباشم، میخواین سرم رو زیر آب کنین. این حرفا چیه؟ آروم باش علی رضا. تو حتی خدمتکارات هم اجیر کردی نصف شب بیان تو اتاقم. کور خوندین بخواین به هم آسیبی برسونین تک تکتون رو میکشم. چشم هستش؟ بالای داروخونه مطب دکتر وزیریه. اونجا؟ بله. تکون خوردی پیدات که خیلی دلت پر از روزگار. خیلی از روزگار، از رضا شستیر، از خودم. رضا شستیر؟ خیلی پسر خاله شدی. جرأت داری تو خیابونم اینو بگی؟ قبل از اینکه شاه بشه زیاد بهش میگفتم رضا شستیر، رضا ماکسیم، رضا قلدور. از بس شر بود. خب حالا به این تابلو دقت کن، این علامت کدوم سمته؟ بالا. این کدوم سمته؟ نمیبینم. توجه کن این چطور؟ نه نمیبینم. خب این چشم چپ شما اشکال داره. اولین کاری که باید بکنم اینه که عفونتش رو برطرف بکنم. ببخشید با این القابی که به اعلی حضرت نسبت دارید باید مراوده نزدیکی با ایشون داشته باشید. هم دوره بودیم وقت قزاقی. اسمم هم علی شاهه. یه زمانی تو دیویزیون قزاق بودم. رضا اونجا بود. با هم هم پیاله بودیم. وقتی مس میکرد قمه به روی خلق خدا میکشید. شما که رفیق گرمابه و گلستانش بودی؟ تا حالا کجا بودی؟ وزیری، وکیلی، چیزی؟ تقریبا همه اونا رو کنار زد. نمیخواست جلوی چشمش باشیم. آره وقتی شاه شد یه دیمون که خیلی بهش نزدیک بودیم، یا به قول معروف چیزایی که نباید میدیدیم دیدیم، صدا زد.
گفتیم دیگه نونمون تو روغنه. چشمت روز بعد دوین چشم پزشک. روغن نونو گفتن تو جاج رود بخوری همون جا میمونی تا آخر عمر صداتم در نمیاد. یه تبعید محترمانه. البته به من یاد دادن، مستمری دادن، گفتن اگه یه روز طرف های تهران آفتابی بشی دیک بزرگت دکمه لباسته. یکی فکر کردم شاید به از این همه مدت سخت نگیره. گرفت، گرفتنم، بردنم حبس. عجب. تیک بزرگت یادت نره علی شاه. قصه پررنج و بلا خواهم که بری قصه و افسانه بگم. نقش من چرا نقش ماتمه، خنده های من گریه ی غمه. گو به من خدایا ز دلم آگهی تو آیا. از همه جهان دل بریدم، درد بی کسی را چشیدم. گو به من خدایا ز دلم آیهی. اینجا یه یاب و عرفی پیدا نمیشه بره جاجرود؟ توی سیبی؟ ایشخری این موقع شب نمیزنه برا، میخورنش. گرگ داره. کاش گرگ میزد. رهزن میزنه، بدم میزنه. ام نیست، بمون صبح برو. اینجا مسافر خونه داره؟ داره داداشی، داره. یک هتل گنده ساختن رو دست گران هتل. کجاست؟ همینجاست، رو سر من. برو یه گوشه پیدا کن به کپ تا خروز خون. با گاری علوفه که داره میره بزن به چاک سیبید. شبا اینجا میخوابید؟ نه خب نه، شبا میان همگیمونو میبرن قصر سعدآباد لاپر قو میخوابونن. پس شامم به تو میدم. من گشتمه. ای کارت بخوره به اون شکمه گشتم. یا خونه از اون عدسی بدین کوفت کنه این سیبی. دوست عدسی بده ترخومی. قربتی اگه پول مول داری هفت سوراخ قایم کن. پانشی بگی ازم زدن ها. اگه پول داشتم پیش تو نمیمدم. چرا نیمه شو